سلام، توی آموزش حرکت بانس رو برای توپ یاد میگیرید. همین که توپ خیلی آروم میاد به سطح ضربه میخوره، ریاکشن میده، میره بالا، آرومتر میاد و میاد به پایین. اگه بخوایم این کار رو با کی فریم انجام بدیم، خب قطعا زمان بره، کد نویسیش هم موجوده، اما میخوام از یک اسکریپتی استفاده بکنم که خیلی به کارتون سرعت میبخشه. اسکریپت اسمارت بانس هستش که فقط کافیه دو تا کی فریم به کارمون بدیم. کی فریم اول کار من به این شکل بوده، گفتم توپ در بالاترین نقطه خودش کجا باشه و بعد گفتیم در پایین ترین نقطه خودش کجا باشه. یه سطحی هم به عنوان بک‌گراند ما این پایین گذاشتیم و بعد اینجا تایپش رو انتخاب کردیم. این تایپی که من انتخاب کردم میخوره، میره بالا و دوباره میاد پایین آروم. یه تایپ دیگه هم اینجا داره که میره پایین و میاد بالا، یه مقدار این سینوسی تره. خب کافیه که بعد پوزیشن اون لایه‌تون رو انتخاب بکنید و تایپش رو انتخاب بکنید که از کدوم مدل باشه و روی این دکمه اپلای کلیک بکنید. خودش براتون کدنویسی مورد نیاز رو انجام میده و به این شکل کارتون به نتیجه میرسه. فقط یک نکته دیگه وجود داره، اونم اینه که احتمالاً دوست داشته باشید این به سمت جلو هم حرکت بکنه. کافیه که اون وقت یک نال آبجکت بسازید، کل این بول رو یا توپ رو پرنتش بکنید به نال آبجکت، به نال آبجکتتون یک کی فریم بدید مثل این کار. ما اینجا به نال آبجکتمون گفتیم که از این قسمت بیاد تا به این قسمت و بعد کافیه که این توپ رو پرنت کنیم به همین نال آبجکت و یه چنین نتیجه‌ای در پایان خواهیم داشت. مشکل دیگه وجود داره اینه که روتیت نمی‌کنه. خب میتونیم به لایه بولمون دکمه آر رو بزنیم، رو استوباچ روتیشن کلیک بکنیم و اینجا حالا با توجه سرعتش میتونید عدد رو تغییر بدید. 180 باعث میشه که این میخوره زمین، یک چرخشی هم به این شکل داشته باشه و به این شکل شما یک حرکت خیلی ساده و تمیز برای کارتون انجام دادید. یک کار جالب هم میشه انجام داد، اونم اینه که بعد از این شما میتونید کار رو ببرید تو سبک الیمنتری دی، یعنی از این دیتا استفاده بکنید، از این محیط کمک بگیرید، اینو ببرید تو محیط الیمنتری دی و یک توپ واقعی سه بعدی رو بیارید که بتونید روش حرکت دوربین داشته باشید. اگر کار باز هم از این چیزی که گفتم دوست داشته باشید، یه لول ادوانس تر و پیشرفته تر بشه، میتونید کل این پروسه شبیه سازی رو توی نیوتن انجام بدید، کی فریم ها رو دریافت بکنید، اون وقت اون کی فریم ها رو پرنت بکنید به لایه‌ای که از الیمنتری دی میگید. اون وقت میتونید بهترین نتیجه رو از این حرکت بگیرید. فراموش نکنید که این اسکریپت رو میتونید از کانال یوتیوب و همینطور تلگراممون دانلود بکنید. فراموش نکنید که میتونید اسکریپت رو از کانال یوتیوب و اینستاگراممون دانلود بکنید. من سهیل شریفی هستم و ممنون که تا پایان این آموزش وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. روز شبتون خوش و خدا نگهدار.